از مجله امروز من فکرم پس و پیشه. یه مقاله هست به اسم Relevant، مجله مسیحی هستش به اسم Relevant. توی یکی از شماره های گذشتش که من داشتم نگاه میکردم و اون موقع این رو در آورده بودم، مقاله ای رو چاپ کردم به قلم دیوید لم که در این بخش سعی میکنه پاسخ رو به همین پرسش بده، که البته کتابی هم داره، این یه خلاصه شده یا فشرده شده کتاب خودش هست در این خصوص. و عرضم به خدمتتون که همینطور کریستوفر رایت هم توی کتاب خودشون رو مطرح میکنه، پاسخهایی هست که اکثر کسایی که در این زمین تفکر میکنن پاسخهای شبیه هم دارن، بعضی حالا یک مقدار کمتر و بیشتر دیدگاه های دیگه رو هم اضافه میکنن. و یکی از صحبتهایی که توش مطرح میکنه فکر میکنم خیلی جالب هست، که البته این دیدگاه ها و پاسخ های کوتاهی رو که ما داریم کنار هم میگذاریم به ما کمک میکنه که این پرسش رو بهتر بفهمیم. در تلاش فهمیدن این بخش هستیم که اینها کنار هم گذاشتنش کمک میکنه ما بهتر بفهمیم. ما اگر برگردیم کتاب پیدایش رو نگاه بکنیم، زمانی که خدا داره با ابراهیم صحبت میکنه و به او وعده ای رو میده، در یکی از در بخشی که به او وعده میده یک صحبتی رو میکنه، میگه که اول از ابراهیم میگه که تو از شهر خودت بیرون بیا و من به تو جایی رو نشون میدم، مکانی رو نشون میدم و این از آن تو خواهد بود. توی کتاب پیدایش باب 15 اجازه بدید از آیه 14 از آیه 13 بگم. پس به ابراهیم گفت یقین بدان که ذریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد غریب خواهند بود و آنها را بندگی خواهند که و آنها 400 سال ایشان را مظلوم خواهند داشت و بر آن امتی که ایشان بندگان آنها خواهد بود من داوری خواهم کرد و بعد از آن با اموال بسیار بیرون خواهند آمد و تو نزد پدران خود به سلامتی خواهی رفت و در پیری نیکو مدفون خواهی شد و در پشت چهارم بدینجا خواهند برگشت، زیرا گناه اموریان هنوز تموم نشده است. داره خدا به ابراهیم میگه که این زمین رو بهت میدم، ولی یک زمان 400 سالی رو بهش میگه اتفاق خواهد افتاد که شما در بندگی خواهید بود و دوباره شما برگ خواهید گشت و یک داستانی رو میگه. میگه که این در این زمانی که شما، من بهتون گفتم که اینجا از آن شماست، ولی این اتفاقات برای شما خواهد افتاد و در نهایت بر خواهید گشت، که در این مسیر کارهای متفاوتی رو خدا با قوم خودش انجام میده و در کنار اون هدف دیگه هم خداوند داشت، اینکه فرصت کافی به اموریان، که حالا اینجا اموریان شاید نماینده تمام اقوامی بودن که در کنعان زندگی میکردن، اموریان و یبوسیان و کنعانیان و اسامی مختلفی که اصلا نمیتونم تلفظشون بکنم، به اونها فرصت توبه میده، فرصت بازگشت میده. خداوند اونها رو از همون اول تنبیه نمیکنه، بلکه صبر میکنه تا اونها برگردن از طریقهای نادرستی که داشتن. و اگر کتاب مقدس رو مطالعه بکنیم و تاریخ رو نگاه بکنیم و آثار و شواهدی که در عهد عتیق وجود داره، نشان دهنده این است که کنعانیان بسیار وحشی و اعمالشون واقعا خداپسندانه نبود. کودکان خودشون رو قربانی میکردن به طرز فجیع برای خدایان، گناهان بسیاری رایج بود. کتاب لاویان رو که نگاه میکنیم میبینیم خدا دستورهای بسیاری به قوم خودش میده، میگه این کارها رو نکنی که شبیه این قومها نباشید. بعد از این همه مدت تحمل، خدا این اقوام رو تنبیه میکنه و یکی از طریقهایی رو که خداوند توی عهد عتیق استفاده میکنه برای تنبیه قومها این هستش که از اقوام دیگه استفاده میکنه که اونها رو تنبیه بکنن. یک قومی رو برمیگزینه، در اینجا میبینیم قوم اسرائیل انتخاب میشه تا کنعانیان رو بزنه، اقوام دیگر رو بزنه، جاهای دیگه میبینیم اسرائیل اشتباه میکنه، آشور رو برمیگزینه، بابل رو برمیگزینه تا بیاد قوم اسرائیل رو تنبیه بکنه. خود از این روش هم استفاده میکنه برای تنبیه اقوام بعد از اینکه مدت ها فرصت طولانی برای توبه میده. حالا این میخوام اینو بگم که این تنبیه خداوند هستش که به قوم اقوام مختلفی که در کنعان زندگی میکردن وارد شده، ولی این به این نشانه نیست که قوم اسرائیل عزیز دردونه خدا به اون صورت بوده که هر چی قوم اسرائیل بکنه خدا چشش رو میپوشونه، میگه که تو اشکال نداره، تو هیچ موردی نداره، فقط کنعانیان رو، اموریان رو، بابلی ها رو، آشوری ها رو من از اونها رو تنبیه خواهم کرد. چون اگه برگردیم کتاب لاویان رو نگاه بکنیم، توی کتاب لاویان باب 18 آیه 27
به قوم اسرائیل این هشدار رو میده، میگه زیرا بعد از اینکه تمام این مسائل رو میگه، حالا اگر بابهای قبلی رو نگاه بکنیم ببینیم در مورد روابط نامشروع صحبت میکنه، مسائلی که در مورد نجاست و اینها هستش، قوانین مختلفی که گذاشته شده، بعد از اینکه این قوانین رو میده میگه مواظب باش که اینا رو انجام بدی، میگه زیرا مردمان آن زمین که قبل از شما بودند جمیع این فجور را کردند و زمین نجس شده است. ببخشید این صدای زیرا مردمان آن زمین که قبل از شما بودند جمیع این فجور را کردند و زمین نجس شده است، مبادا زمین شما را نیز قی کند اگر آن را نجس سازی، چنان که امتهایی را که از که قبل از شما بودند قی کرده است. میگه این افرادی که در کنعان زندگی میکردن گناه کردن، بعد از توبه زیاد، مدت زمان زیادی که برای توبه به اینها داده شد باز نگشتن، اونها رو از زمین راندم، اونها تنبیه شدن، شما هم مواظب باشید که چنین اشتباهی نکنید، چون شما هم رانده خواهید شد، شما هم تنبیه خواهید شد. بنابراین اینو میتونیم به عنوان تنبیه خداوند نگاه کنیم، که البته صحبت دیگه هم هست که با هم بدن. در کنار صحبت شما یکی از صحبت هایی که میشه همونطور که از آیات میخوندید این صحبت هست که خدا هدفش نابودی یک قوم روی قوم دیگه نبود، یعنی این قوم نابود بشه این قوم بمونه، هدف خدا توبه و بازگشت بود. ولی این برداشت رو هم که ما میکنیم که اگر کلام خدا در این آیات میگه که مثلا در کتاب یوشع اگه بریم صحبتی رو که میکنه در باب سرزمین کنعان باب 10 آیه 11 میگه که چون از پیش اسرائیل فرار میکردن، چون از پیش اسرائیل فرار میکردن و ایشان در سرازیری بیت هورون میبودند، آنگاه خداوند تا عزیقیه بر ایشان از آسمان سنگهای بزرگ بارانید و مردن و آنانی که از سنگهای تگرگ مردن بیشتر بودند از کسانی که بنی اسرائیل به شمشیر کشتند. و اینجا تصوری که هست اینه که بس همه مردن، تمام کنانیان از بین رفتن، خدا همه رو از دم قتل عام میکنه توسط یا شمشیر اسرائیل یا توسط دست خودش. ولی بعد وقتی میریم آیات دیگه ای رو نگاه میکنیم با هم دیگه، از همین کتاب یوشع اگه استفاده بکنیم بریم باب 13، صحبتهایی که هست میگه و یوشع پیر و سالخورده شده بود و خداوند به وی گفت تو پیر و سالخورده شده ای و هنوز زمین بسیار برای تصرف باقی میماند. و آیات زیاد هست، اگه بخوایم بریم همین باب 13:1-13 هست، 15:63 هست، 17:12 هست، داوران 1 هست، توی تمام اینا اشاره به این میکنه که هنوز کنعانیانی بودند که این عزیزان داشتن در باب فرار حرکت میکردن و جلو میرفتن. و صحبت اینه که خدا نمیخواست که تمام کنعانی نابود بشن، بلکه اجازه داد حتی بعض از اینا فرار بکنن، همونطور که شما در آیات به درستی خوندید. برای چی؟ برای اینکه هدف خدا در عهد عتیق حتی کشتن و نابود کردن فرزندانش نبود، هدف خدا توبه اینها بود و چون توبه نکردن مجازات بر اینها اومد، ولی باز هم خدا به اینا رحم کرد و گروهی از اینها رو نجات داد برای آینده کنعان. حتی جاهای زیادی هست که صحبت از کنعانیان میکنه که اسم کنعانیان رو به وضوح میاره. این یکی دیگه این نکته دیگه که تو همین شاید صحبت ها بگنجه اینه که ما بعضی از واژه ها رو باید بدونیم در کجای کتاب مقدس چه معنایی داره. هر وقت ما واژه همه رو میبینیم توی کتاب مقدس به معنای واقعی کلمه همه نیست، خیلی صحبت کلی و به صورت یک واژه مبالغه آمیز استفاده میشه. و وقتی که میگه همه نابود شدند، همه کشته شدند، همه که شما هم اشاره کردین خیلی ها اصلا رفتن و کسانی هم بودن که اصلا کنعانی ها زندگی میکردن و افراد دیگه هم بودن که در بین اقوام اسرائیلی بودن و میزیستن در اون زمین. پس واژه همه واژه‌ای نیستش که به صورت معنای واقعی کلمه کتاب مقدس استفاده شده، مخصوصا توی جنگ ها این واژه مبالغه آمیز خیلی به کار میره. من میگم این رو هم باید آدم نگاه بکنه و متوجه بشه که واژه ها در چه معنایی در هر متن چگونه هست. و اما بریم سر شاید قانع کننده ترین یا نزدیک ترین صحبت به تفسیر این بخش. و اون این هست که این در واقع بحث هست که خدا همونطور که وینجام گفت از قوم اسرائیل استفاده میکنه برای نجات کل بشر. هدف خدای نبود که اسرائیل رو نجات بده و بقیه همه نابود بشن، بلکه ما میبینیم که هدف خدای این بود که خودش رو به عنوان خدای این قوم نشون بده، قدرتش رو، محبتش رو و قوم نشان دهنده کار خدا در زندگیشون باشن تا از این طریق خیلی دیگه ایمان بیارن. و توی این بحثی که پیش میاد و توی این صحبتی که پیش میاد به چند تا مثال اشاره میکنم.
مثال یکی از مثالی که استفاده میشه توی عهد عتیق مال جبعونیان بود. اینا یه گروهی بودن که با فریب میان در حضور قوم اسرائیل، میگن که ما از راه دور اومدیم صلح کنیم، ولی در اصل به خاطر یک هیله‌گری و برای اینکه بیان و در واقع خبرچینی بکنن و بعد قوم اسرائیل رو نابود بکنن اومده بودن. بعد قوم اسرائیل میفهمه که اینها اشتباه کردن، ولی به خاطر اینکه با اینا عهد میبنده و اینها رو میپذیره و اینها به خدای اسرائیل خودشون رو متحد میکنن، در قوم اسرائیل اینا حل میشن و اینا میشن گروهی که نجات مییابن، در حالی که بقیه دشمنان اسرائیل در جنگ ها میرن و کشته میشن و اینا نجات رو دریافت میکنن. چرا؟ چون خودشون رو به اسرائیل، خودشون رو به خدای اسرائیل که اصلا هدف خدا این بود که دیگران رو نجات بده دیده میشه. یا برای مثال در سرزمین کنعان رهاب رو میبینیم که یک فاحشه بود و طبق چه قانون اسرائیل و چه قوانین حتی سرزمین های نزدیک به اسرائیل یک فاحشه اعتبار زیاد و خوب و جالبی نداشت، ولی در کنار میبینیم که وقتی راهاب میاد میگه آقا من به خدای شما خودم رو تسلیم میکنم، من با قوم اسرائیل کمک میکنم و این رو جلو میبرم، راهاب نیز نجات پیدا میکنه. راهاب نیز به خاطر ایمانش به خدای اسرائیل و یکی شدنش با قوم اسرائیل این نجات رو دریافت میکنه. و این صحبت و این در واقع بحث بیشتر این رو داره تاکید میکنه که کل داستان کتاب مقدس، حتی امروز ما مسیحیان که نجات یافتگان در مسیح هستیم، ادامه همون قوم اسرائیل، حتی ما نیز امروز خونده شدیم تا نشون بدیم محبت و فیض خدا رو، تا دیگران بتونن یه همچین خدایی رو بشناسن و بتونن به یه همچین خدای زندگی خودشون رو تسلیم بکنن. پس داستان کلی کتاب مقدس با این مبحث و با این صحبت بیشتر همخونی داره و جلو میره که خدا هدفش نجات جانها هست، خدا هدفش دادن اون شفا، شناسوندن خودش به افراد هست، تا نابودی یه قوم برای نشون دادن اینکه من خدا هستم و دیگران نباید اشکال بکنن. درست. چرا که خدا برای اسرائیل غیر اسرائیل هست. ما در عهد عتیق و عهد جدید میبینیم که تفاوت رفتاری خدا رو میبینیم، ولی خیلی جالبه که هر دو آدم هایی که در یعنی اون آدم هایی که در عهد عتیق زندگی کردن و آدم هایی که در عهد جدید زندگی کردن از رفتار خدا یک برداشت رو داشتن و اون نجات و رحمت خداونده. و این نشون میده که خداوند در هر مقطعی به اون شکلی اون که اون افراد متوجه محبت و فیض و هدف اون برای نجات هستن صحبت میکنه. شاید ما امروز وقتی نگاه میکنیم به عهد عتیق اصلا نفهمیم، به قول معروف اگر عهد جدید رو حذف بکنه اصلا نفهمید هدف خداوند از این کارها چی بوده، ولی مردمایی که تو اون دوران داشتن زندگی میکردن خیلی خوب میفهمیدن که خداوند داره باهاشون چی کار میکنه و اونها دیدشون نسبت به خدا یه خدای خصمانه ظالم نبوده. و امروز خداوند با ما در عهد فیض صحبت کرد اونجوری که ما امروز میتونستیم، آدمایی که در این دوران دارن زندگی میکنن میتونن بفهمن. شاید ما به قول معروف نتونیم، ما این دو گروه آدما نتونن بفهمن همدیگه رو، ولی خیلی خوب میتونن کار خداوند رو برای خودشون شاید اگه بخوای جوری دیگه هم این رو بهش نگاه کنیم، این هستش که خدا همون خداست، همون تو گفتی خدا هرگز عوض نمیشه، کتاب ملاک میگه هرگز خدا تغییر نمیکنه، خدای عادلی که امروز هست اون موقع هم بود، خدایی که گناه رو توبیخ میکرد و اون رو مجازات میکرد امروز هم هست، اون زمان هم بود، اون زمان اون اقوامی که گناه میکردن و شایسته دریافت خشم خدا و مجازات بودن، خشم و مجازات خدا رو دریافت میکردن. امروز هم خدا میخواد گناهکار رو مجازات بکنه، ولی به جای اینکه اقوام مجازاتشون از خدا دریافت بکنن، خدا این مجازات گناه رو، این خشم خودش رو بر روی پسر یگانه خودش، پسر مقدس خودش که هرگز گناه نبود، گناهکار نبود، میریزه و او به جای همه این مجازات رو دریافت میکنه که اگر امروز ما به او باور داشته باشیم، این حیات جاودانی و این صلح دوباره و بازگشت به حضور خدا رو بتونیم تجربه بکنیم. بنابراین همون خدا هستش، ولی امروز حضور عیسی مسیح یا به طور مشخص بگیم صلیب عیسی مسیح، این مجازات خدا رو جذب میکنه، خشم خدا رو دریافت کرده که ما بتونیم با ایمان به او از مجازات الهی بگذریم، از مرگ بگذریم و به حضور خدا با آرامش الهی، به معنای این که ما دیگه با خدا در عداوت و جنگ نیستیم، زندگی با خدا صلح داشته باشیم. همون تو کتاب رومیان باب 5 میگه. درسته. و هیچ کدوم از ما نمیتونیم خداوند رو به قول من محکوم به بی‌عدالتی بکنیم، چون در هر دو صورتش خداوند عدالتش برقرار بوده، چه در اون زمان چه در این زمان، و در عین حال فیضش هم برقرار بوده. اینم یه مسئله که از صحبتامون در این باب داره طولانی میشه، ولی یه چیزی رو که من متوجه شدم وقتی ما عهد عتیق و عهد جدید رو میخونیم، عهد عتیق
در داستان‌ها و صحبت‌هایی که داره می‌کنه از وقایع تاریخی خیلی گپ یا فاصله زمانی زیادی هست و به خاطر این فاصله زمانی زیاد ما خیلی وقتا گم می‌کنیم که چه پروسسی و چه روندی داره جلو میره، خدا اینجا داشت چیکار می‌کرد، ابراهیم اینجا بود اول، بعد قومش میاد. ولی در عهد جدید همه داستان زندگی مسیح و داستان رسولان همه پشت سر هم، همش مال فاصله 50 یا 100 ساله و ما گم نمی‌کنیم محبت و کار خدا و بخشش خدا. ولی تو عهد عتیق خدا به خاطر این فاصله زمانی بین وقایع ما گم میکنیم محبت خدا رو، کار خدا رو. اصلا خودش یه پوینت مثبت میتونه باشه برای عهد عتیق. بله، به خاطر اینکه خدا این فرصت رو میداد در اون زمان که شخص 400 سال صحبت کردیم فقط برای توبه وقت داده بود به کنعانیان، و این فاصله بین زمانها و داستانها یه وقتایی ما رو دور میکنه از اینکه بفهمیم چطور فیض خدا کجا رفت، محبت خدا کجا رفت. ولی در عهد جدید فقط 150 سال تمام کتاب نوشته شدن، مثلا یه خورده این قضیه رو سخت‌تر میکنه، بعد این رو نیز توجه داشته باشیم وقتی مطالعه میکنیم.